خب ارائه‌ای که داریم در مورد معماری‌های مختلف داخل اندروید که استفاده می‌کنیم. کلاً پلنم اینه که بیشتر من صحبت نکنم، یعنی تو جمع هر کی تجربه‌ای داره می‌تونید وسط صحبت‌های من بگین، هر کدوم با MVP، MVVM یا MVC تجربه‌ای دارین، هر جا من ازتون اشتباه یا صحبت تکمیلی دارین به نظرم می‌تونیم در موردش صحبت کنیم که حالت فقط من صحبت نکنم، چون معمولاً معماری یا پیاده سازی مختلفی داریم و یه پیاده سازی قانون نداریم بگیم این معماری قانونش اینه که اینجوری بشه، بیشتر حالت راهنماست، یعنی چیزایی که ما داریم برای معماری‌های مختلف حالت راهنما هست که حالا من یه بررسی می‌کنم از معماری‌های مختلف. من رمضان پور هستم، مجید رمضان پور، همون نزدیک 2 سال هست که من نیتیو کد می‌زنم، یه چند سال قبلش کراس پلتفرم کد می‌زدم، حالا تو اندروید و بلک بری و سیمبیان و اینا با سی پلاس پلاس. صحبتی که امروز می‌خوام بکنم در واقع از مشکلاتی هست که تو اندروید من بهش برخورد کردم، یعنی در واقع اون مسیری که اومدم پروژه، بعضی وقتا پروژه‌ای که بزرگ شد تازه فهمیدم که اوکی معماری چقدر می‌تونه مهم باشه و خیلی از اصول مهندس نرم‌افزاری که فالو می‌کنین یا کنفرانس‌های مختلف دنیا رو که فالو می‌کنین، این در واقع میشه قول‌های برنامه‌نویسی دنیا، خیلی رو معماری تاکید دارن تا اینکه حالا پرفورمنس و نمی‌دونم زیبایی و این جور چیزا مراحل بعدی، حالا اینکه چه فیچرهایی داریم و مباحث مختلف. شروع صحبت همیشه در مورد معماری است که اوکی معماری رو درست بچینین، آخر مسیر می‌تونین همیشه بهبود بدین مسائل دیگه رو. ولی اینکه پوینت معماری چیه، ولی چرا مثلا ما معماری رو درست بچینیم، میریم جلوتر بررسی میکنیم. احتمالاً اکثرتون خب یه چیزی، حالا شروع اندروید که احتمالاً کد زدین، یه کدی زدین که در واقع فقط فیچر اضافه کردیم، در نهایت اومدیم یکم پروژه رو یکم دستبندی کردیم، پکیج‌های مختلف ساختیم که اوکی حالا به نظرمون رسیده که شاید شبیه معماری، یه چیز تمیز داریم در میاریم، در واقع حالا یه بیس فرگمنت سازیم، یه بیس اکتیویتی ساختیم و یو آی گذاشتیم توی پکیج، چیزی که از بیرون به نظر میرسه اوکی خب خیلی کلین هست پروژه ما، ولی وقتی تو پروژه بزرگ میشه و فیچرهای مختلف میخواین اضافه کنین، وقتی میخواین تست کنین، اون موقع است که تازه میفهمین که اوکی این طبقه معماری این چیده نشده، فقط شما به نظرتون این زیباتر هست. چند تا معماری مختلف هست که MVC هست که خب خیلی قدیمی هست، مدل ویو کنترلر که اصولا توی زبون‌های دیگه، توی پلتفرم‌های دیگه، بسترهای دیگه آشنایی داشتین اگه کار کرده باشین غیر از اندروید. غیر از اون MVP داریم و MVVM. حالا می‌ریم یکی یکی اینا رو بررسی می‌کنیم و هر کدوم میگم نظری داشتین، حرفی داشتین می‌تونیم صحبت کنیم در موردش. اولین موردی که می‌خوام بهش بگم، حالا پروژه‌هاتون کدوم بوده که بزرگ شده و به مشکل خوردین از لحاظ اضافه کردن فیچر و از یه موقعی به بعد کند شده؟ اگه کسی دوستانی تجربه رو داشته، واقعا خیلی تجربه دردناکه که اون موقع تازه می‌فهمیم که معماری یعنی چی، یعنی این که میگم معماری واقعا مهمه معنیش چیه. یکی از مسائل مهم اوکی اینه که لاجیک کد تو پروژه‌ای که داره بزرگ میشه، بعد یه مدت در شما میخوان همون سرعتی که از اول داشتین فیچر اضافه میکردین، معمولا پروژه اندرویدی اینجوریه که خیلی تمیز و حرفه‌ای جلو نرین، 2-3 ماه اول خیلی سریع پیش میرین، همه چیز خوبه، مدیر شرکت خیلی راضیه که چقدر خوب دارین دیولپ میکنین، خدا نکنه اون برنامه‌نویس بره از اون شرکت یا اتفاقی بیفته، بعد یه مدت فیچرها میاد که اوکی چرا کنتر داری شما این ادامه میدین مسیر رو. در واقع این وقتیه که لاجیک شما خیلی پیچیده شده، لاجیک و ویو خیلی با هم درگیر شدن. یونیت تست خب نمیتونید، خیلی سخت‌تر رو اون پروژه معمولی، تقریبا نزدیک به محال نوشتن یونیت تست. حالا نمیدونم چند نفر یونیت تست می‌نویسن اینجا تو شرکتشون، یعنی شرکتشون اصولی دارن که یونیت تست بنویسین؟ حالا شخصی چند نفر تست کردن مثلا یونیت تست رو؟ اوکی معمولا شرکت ها خیلی قبلش تو رزومه ها یا چیزایی که میخوان بگن خیلی تاکید دارن یونیت تست بنویسین و فکر میکنید چقدر شرکت اوکی چقدر اصول داره پیش میره، ولی واقعا وقتی میرین داخل شرکت ها حتی بهتون فرصت نوشتن تست رو هم نمیدن، میگن اوکی فیچر اضافه کردی، حالا فیچر بعدی. و حالا این قضیه حالا تا یک سال اول شاید به مشکلی بر نخورین اوکی یونیت تست نمیخواد، ولی وقتی پروژه داره همینجور بزرگتر میشه، هم معماری رو رعایت نکردین، هم یونیت تست ننوشتین، در واقع هر فیچر جدیدی که میخواین اضافه کنین کلی زمان میبره که با تست بشه این قضیه. یه تعریفی از لگاسی کد داریم ما توی دنیا که دقیقاً تعریفی که دارن اینه که
کدی که یونیت تست نداره میشه بهش میگیم لگسی کد، یعنی کدی که به ارث رسیده به شما و مشکل داره و این کد همیشه به شما به تمیزتر کنین. و یکی از بحرانهایی هست که یه سری برنامه‌نویسا وقتی وارد یه شرکت میشن این بحران رو دارن. یکی دیگه اگه معماری رعایت نکرده باشین دیباگ کردن برنامه شما خیلی سخت‌تر میشه. اینا رو واقعا وقتی که معماری تازه رعایت می‌کنین می‌فهمین که چقدر میتونه برنامه‌نویسی راحت‌تر و ساده‌تر باشه. یعنی قبل از اون واقعا بدون معماری یا بدون اصول هرچی کد می‌زنین می‌بینین که اوکی، من حداقل تجربه خودم این بود که چقدر اندروید سخته، چقدر پیچیده است همه چیز. مثلا بستر دیگه من پلتفرم دیگه کد زدم، دات نت کد زدم، کیوت و لمسر اوپن سورس و سی پلاس پلاس کد زدم، ولی وقتی وارد اندروید شدم می‌دیدم همه چیز به هم ریخته بود و همه چیز با همه چیز ارتباط داشت. بحث اصلی که تو معماری بهش برخوردم بحث مینتیننس و اسکیلیبیلیتی بود که توی پروژه‌ای که حالا در حد یکی دو تا اکتیویتی داره یا سه تا اکتیویتی داره، یه چیزی که حالا استارتاپ یه چیزی می‌خواد تست کنین شاید خیلی به چشم نیاد، ولی وقتی که پروژه شروع می‌کنه و بزرگ شدن اونجاست که تازه می‌فهمین که اسکیلیبیلیتی داشتن یه پروژه چقدر مهم هست. و این همه اینا باز هم با معماری‌ها قابل برطرف کردن است. یکی از معماری‌های معروف MVC هستش که MVC یه معماری خیلی قدیمی هست و فکر می‌کنم بیسش هم اصولا این از طرف مایکروسافت خیلی پیشنهاد شده بود و MVC هم فکر کنم از مایکروسافت اومد. بحثی که اصلی از MVC مال دنیای مثلا دسکتاپ و وب بود. اون موقع اوکی پلنشون بود که فانکشنالیتی UI باید جدا باشه. MVC خب خیلی معماری خیلی خوبی هست به طور کلی، یعنی معماری که سالها جواب داده، بک اند داره جواب میده و اصولا شروع که ما میکنیم حسمون اینه که داریم MVC می‌نویسیم، ولی واقعا پروژه اولمون حتی MVC هم نیستن خیلی از پروژه‌ای که ما داریم. تعریف MVC خب خیلی چیز ساده‌ای هست. اوکی اون چیزیه که همه جا کار کردیم باشه. اوکی مدل جداست که اون دیتا لیر هست که اوکی حالا دیتابیسمون یا API هست. ویومون جداست که حالا UI هست و کنترلر که یک حالت لاجیک داره. اینو توی وب و دسکتاپ خیلی بهتر و تمیزتر هندل میشه این قضیه. خیلی بهتر و تمیزتر هندل میشه، ولی توی اندروید یه جورایی مسیر رو اشتباه رفتن اصلا از اولی که MVC رو می‌خواستن فالو کنن، چون یه جورایی معماری اندروید و اون دیزاین اندروید با MVC خیلی مچ نیست. اون بحث اکتیویتی ها و این که چقدر باز ویومون جداست، این اون XML جداست، خیلی با MVC مچ نبود. و اون پیشنهاد اولیه‌ای که اومده بود که اوکی حالا MVC رو ما چطور بیایم تو اندروید پیاده کنیم، سال مثلا شاید بگیم 4-5 سال پیش تازه مثلا که یکم محبوبیت اندروید بیشتر شد و سعی کردن که معماری‌های مختلفو پیاده کنن، تازه به این نتیجه رسیدن اوکی MVC رو یکی پیشنهاد داد که احتمالاً اکتیویتیمون میشه کنترلرمون، اوکی ویومون میشه اون XML. و شروع بحران شد از همینجا بود که واقعا از همون سال هر چی کسی که MVC میزد در واقع به این حالت بود که اوکی کنترلرمون میشه همون اکتیویتیمون. و این باعث میشه که تست کردن این قضیه دیگه راحت نیست، چون خود ابزارهای خود فریم ورک اندروید داره وارد کد سیمپل جاوامون میشه. و شاید بگیم یه می‌خواستیم خیلی درست‌تر اینو بزنیم، یعنی MVC درست می‌خواست توی اندروید پیاده بشه، کنترلرمون اصلا هیچ کدی از اندروید نباید می‌داشت، یه فایل جدا بود، یه فایل جاوا معمولی بود. ساختار MVC خب خیلی چیز مشخصیه. اوکی کنترلر میاد مدیریت می‌کنه، با مدل ارتباط برقرار می‌کنه، با ویو ارتباط برقرار می‌کنه، ویو خودش میتونه با مدل مستقیما ارتباط برقرار کنه. و تو پروژه بزرگ حالا بگیم کنترلر رو هم جدا زده باشین کلا جاوا باشه، باز هم پیچیدگی این پروژه توی پروژه بزرگتر خیلی بیشتر میشه. ولی اون مدلی که میگم اندروید رفته و ما کنترلر اکتیویتی در نظر گرفتیم تو خیلی از پروژه‌ای که MVC من در نظرشون بوده، باعث شده که نتونیم دیگه تست کنیم اون کنترلر رو. کلاً پوینت MVC از همون ابتدایی که تعریف شد و گفتیم اوکی MVC هست، بحث اصلیشون این بود که اوکی ما مدل بخوایم تست کنیم، یعنی مدل تستبل باشه. ویو و کنترلر رو گذاشته بودن بر عهده اون پلتفرم هایی که میخوان اینا طراحی میکنن، که میگم این زیاد با اندروید مچ نشد، ولی روی برنامه‌نویس دسکتاپ یا وب اگه کار کنین خیلی راحت تر اینا، یعنی سازگارتر با MVC و کدشون قابل تست تر هست. پس مشکلات MVC رو اگه بخوایم بگیم و دلایل به وجود اومدن معماری‌های دیگه، میشه گفت یونیت تست نوشتن براش تقریبا نزدیک به محاله. اگه بخوایم بگیم سخت، خیلی سخته واقعا. اینکه یه پروژه جدیدی شما وارد بشین و MVC باشه، خیلی راحت نمیتونیم واقعا یونیت تست بنویسیم. ماجولاریتی مشکل داره، همه چیز به همه چیز وابسته است، همه با هم دارن ارتباط برقرار میکنن. و بحث مینتیننس هست که
خودمون کنترلر بعد یه مدت اکتیویتی هایی که میگیم خیلی بزرگ میشه تو اندروید، کنترلر خیلی خیلی بزرگ میشه، هر فیچر جدید، هر ابزار جدید میخوایم اضافه کنیم به این کنترلر داره کد اضافه میشه. یکی از سولوشنایی که اومد همون بحثی که ما میگیم حالا کنترلر رو ما بیایم کلین تر کنیم و فقط جاوا باشه دیگه، از فریم ورک اندروید استفاده نکرده باشه، میرسیم یه جورایی به MVP، یعنی میشه اون MVP که ما میخوایم. اوکی، مدل همون شکلیه، یه بخشی هست که با دیتابیس یا API ارتباط برقرار میکنه، ویومون این بار میشه چی؟ میشه اکتیویتیمون و XMLامون که اینجا میشه جدا، و حالا پرزنتره اون فایل پروژه معمولیمونه که یه فایل جاواست، هیچ کدی از فریمورک اندروید داخلش نیست و این باعث میشه که خب خیلی راحت‌تر تست بشه. مدل ویو پرزنتر، کلا اینا همشون مشتقات همون MVC هستن، یعنی خیلی پیچیده نبود به قضیه نیا کنیم. اوکی، MVC رو که میدونیم چیه، فریمورکی که سال یه معماری که سال‌ها ازش استفاده کردیم. حالا مدل ویو پرزنتر اومده فقط همون قسمت کنترلر شو اومدیم پرزنتر تعریف کردیم. اوکی، یعنی فقط نکتهش اینه که هیچ رفرنسی به کلاس های اندروید نداریم و این باعث میشه که خیلی راحت تر ما بتونیم ویومون رو جدا مارک کنیم، مدلمون رو جدا مارک کنیم و پرزنترمون یه فایل پروژه ساده است که کل لاجیک کدمون رو داخل ما همین پرزنتر می‌نویسیم. و توی پروژه بزرگ وقتی پرزنتر رو نگاه کنین، پروژه‌ای که مثلا حالا مثلا شاید 10 تا 20 تا 30 تا کلاس به بالا داشته باشه، حالا از این به بالاتر در واقع، شما وقتی وارد این پروژه میشین خیلی راحت میتونین لاجیک قضیه رو فالو کنین. حالا هم تست میتونین راحت تر براش بنویسین حتی اگه تست نداشته باشه، چون مشخصه برای کدوم قسمت میخواین تست بنویسین. کلیت MVP رو اگه بخوایم بگیم، پیاده سازی مختلفی داره، یعنی اگه بخوایم یک کد رو نگاه کنیم هر کسی هر جایی تقریبا طبق این راهنماها یه مدل پیاده سازی رو رفته جلو. یکی از بهترین پیاده سازی‌ها به نظر من همون پیاده سازی هست که توی گوگل سامپل هست، توی گیت هاب، که چند یه سری معماری مختلف و چند تا از دیولپرهای گوگل و طبق زیر نظر در واقع خود گوگل این کار پیاده کردن و یه مدل حالا کلیت استراکچرش که همینه. چیزی که من اول تو MVP برام یکم عجیب بود که اوکی حالا مدل ویو پرزنتر همش میگفتم اوکی مدل کجاست این وسط، بعد یه مدت فهمیدم اوکی ما مدلمون کلا فرض کنیم یه ساختمون جداست که ما با مدل ارتباط برقرار می‌کنیم، بعد ویو پرزنتر داریم، ویو پرزنتر همه اینا با یک اینترفیس مدل دارن ارتباط برقرار می‌کنن. یعنی حالا MVP که می‌گیم ام جداست، چند تا ویو پرزنترهای مختلف داریم برای قسمت‌های مختلف. یه فیچر جدید می‌خوایم برای لاگین اضافه کنیم، اوکی لاگینمون یه ویو داره، یه پرزنتر که لاجیک اون کده و مدل یه ساختمون جداست کلا که این کل این لاجیک با این مدل ارتباط برقرار می‌کنن. یعنی همینجوری که می‌بینید اینجا یه ریپوزیتوری داریم، کل ویو پرزنترامون جداست، یعنی از این ممکنه 10 تا 20 تا داشته باشیم ولی مدلمون جدا میمونه و یه دونه بیشتر نداریم. یعنی از طریق یه ریپوزیتوری ما تمام این مدل این ویو پرزنترها ارتباط برقرار می‌کنن. این نکته اصلیه که من ازم تو فهم مدل ویو پرزنتر، خب برای من یکم اون اولش یکم قاطی کرده بودم که چرا مدل ویو پرزنتر که میگیم مدل کلا کجاست، مدل به تعداد ویو پرزنترها تکرار نمیشه. این سمت ویو ما میتونیم، حالا میتونه اکتیویتی باشه یا میتونه فرگمنت باشه، از لحاظ پیاده سازی فرق خاصی نمیکنه، ولی طبق سامپل های مثلا خود گوگل مثلا اوکی اکتیویتی رو یه اکتیویتی گرفته و داخلش یه پرزنتر یا داخلش یه فرگمنت که یه جورایی میشه گفت خیلی کل لاجیک قضیه رو برده تو هر فرگمنتی، یعنی اون فرگمنت اون ویو مد نظر خودش رو داره. حالا اگه مثلا بخوایم بگیم تو سمت یه اکتیویتی باشه که حالا بخواد مثلا قسمت مثلا OTP کد رو بخواید چک کنیم، مثلا طرف شماره موبایل رو وارد کنه، میتونه یه فرگمنت باشه، قسمت OTP چک کردن یه فرگمنت باشه، اینا جفتشون توی اکتیویتی. اینجوری باعث میشه کدهای مختلف، یعنی کدهای فرض بگیم چک کردن OTP کد و چک کردن ارسال مثلا شماره موبایلتون باز توی اکتیویتی خیلی زیاد نباشه، یعنی توی اکتیویتی نباشه. فرگمنتتون میتونه ویوش یه فرگمنتتون در واقع لاگین باشه که در واقع ثبت شماره موبایل باشه، یه فرگمنت دیگه داریم که تو همون اکتیویتی نشون داده میشه، میاد سمت مثلا چک کردن کد OTP رو چک میکنه، که هر کدوم از این فرگمنت ها یه پرزنتر دارن، یعنی در واقع یه فرگمنت یه پرزنتر که جفت این دوتا داخل یه اکتیویتی هستن. اینجوری ما میتونیم کلا پرزنتر هر کدوم از اینا رو ما جدا میتونیم تست کنیم توی بحث مدل ویو پرزنتر.
دوستان اگه کسی کامنتی چیز داره، من گفتم اون اول صحبت میتونید دست بلند کنید، یا تجربه جدایی اگه دارین همین الان میتونیم بگیم که کلا جمع از هم یاد بگیریم، یعنی خیلی بحث من فقط صحبت نکنم. این یه شمای کلی است که من اینو خیلی برازم چیز تمیزی بود که میخواستم نشون بدم بهتون، کلا توضیح میده اوکی مدل ویو پرزنتر روال کار چجوریه. ما اول اون ویوی که خب میشه همون اکتیویتیمون و میشه فایل XML اون. ویو رو شما واقعا به معنای واقعی که میگن یه ویو رو یه چیز واقعا احمق در نظر بگیرید، هیچ ایده‌ای نداره که چه خبره داره چیکار میکنه، یه چیزی بهش میگن اینو نشون بده، نشون میده یه اتفاقی که میفته، به پرزنتر میگن یه اتفاق افتاد و خودش هیچ ایده‌ای نداره که داره چیکار میکنه. مثلا فرض کنیم به ویو میگیم اوکی الان ویو میگه که اینجا کلیک شد و توی این تکست فیلد این اتفاق افتاد، این متن نوشته شد، به پرزنتر میگه من چیکار کنم. یعنی پرزنتر یه جای دیگه بخش جدا در نظر بگیرین، ویو میاد به پرزنتر میگه یکی اومد با من این اینتراکشن رو داشت، پرزنتر میگه اوکی. پرزنتر در واقع اینجا لاجیک قضیه است که فکر میکنه اوکی حالا که به ویو یکی این دستور رو داد من چیکار باید بکنم. خودش در فکر میکنه، اون کسی که فکر میکنه پرزنتره، اما لاجیک شما این قسمته و هیچ کد اندرویدی ترجیحاً این قسمت نباید بنویسین برای اینکه بتونین فانکشن مختلفتون رو یونیت تست بگیرین. پرزنتر میاد به مدل میگه که اوکی اینو ذخیره کن، یا طبق این مدل این حرکت رو روش بزن، این لاجیک رو روش پیاده سازی کن و اینو ذخیره کن. مدل اون سمت تصمیم میگیره اوکی، مدل جدا تصمیم میگیره که چون یه اینترفیس ریپوزیتوری داریم ما اونجا، مدل تصمیم میگیره اوکی من اینو میخوام لوکال در نظر بگیرم، میخوام از اگه چیزی قراره بخونم یا بنویسم از کش بگیرم یا از سرور بگیرم یا از دیتابیس خود داخلی بگیرم. این قسمت ها در واقع اون قسمتی که مدل تصمیم گیری میکنه. اینا میگم چند مدل یه ساختمون جدا در نظر بگیرین، پرزنتر اینجاست که مغز سیستم هست و ویو هم اون قسمت زیبایی اون یو آی کار هست. بعد که مدل رفت و ریسپانس رو به ما داد، مدل میگه اوکی این اتفاق افتاد، به پرزنتر جوابو میده. یعنی ویو همچنان این وسط برخلاف MVC، اینجا پرزنتر این وسط، یعنی ویو و مدل هیچ ارتباطی با هم ندارن، هیچ ایده ای ندارن در مورد وجود هم. مدل میاد به پرزنتر میگه که اوکی این اتفاق افتاد و میتونی حالا هر تصمیمی که داری بگیری، مثلا این جواب من از سرور گرفتم یا این اتفاق افتاد. پرزنتر اینجا تصمیم میگیره اوکی این جواب اگه اوکی بود، به ویو میگه اوکی این جواب رو نشون بده. یعنی باز هم ویو هیچ ایده این هیچ لاجیکی توی ویومون نداریم، ویو میاد فقط نشون میده یا فقط میگه این اتفاق افتاد، از پرزنتر هیچ سوال میپرسه. در واقع تو بحث MVP اگه کسی نظری چیزی داره الان میتونید صحبت کنید در موردش، که ازش رد نشیم. کسی تجربه دیگه ای داره با MVP؟ یا آره الان این توضیحی که شما دادین شد دقیقا همون چیزی که ما به عنوان کنترلر داریم. یعنی حالا شما گفتین کل اینتراکشن UI رو همون ویو رو میگیره، خب الان ما هم مثلا یه آنکلیک لیسنر تعریف میکنیم، هم فوکوس شد اینجور چیزا، خب همه اینا رو ما توی کنترلر تعریف می‌کنم. تفاوتشون بحث همینه، تو پرزنترمون چیزی به نام آن کلیک لیسنر اینا نداریم. تو پرزنتر فقط از این اتفاقات توی اکتیویتی میفته، اکتیویتیمون ویو مونه. خب آن کلیک لیسنر تو ویوه، ویو اونجا از تو ویو ما کال میکنیم پرزنتر رو، میگیم که پرزنتر این اتفاق افتاد و آن کلیک اتفاق افتاد، ما کار نداریم، پرزنتر نمیدونه چه اتفاقی افتاده. پرزنتر فقط میدونه که از ویو یه تکسی اومده، یعنی ویو تو آن کلیکش تازه میگه این تکس رو بفرست به پرزنتر. پس پرزنتر ما هیچ کدی از اندروید توش داخلش نداره در واقع. یعنی مثلا گت تکست و این چیزا نداریم از پرزنتر اون کد جاوا معمولیه، هیچ اندرویدی داخلش نیست. ولی کنترلر اینجوری نبود. کنترلر ما غیر از اینکه تو MVC کلا همه بخش‌های مختلف با هم ارتباط برقرار دارن و اینجا پرزنتر لایه میانیه، یعنی ویو جداست، پرزنتر و مدل. اونجا ما ویو میتونیم با مدلمون ارتباط برقرار کنه تو MVC و کنترلرمون در واقع کد اندرویدی داشت داخلش. ولی اینجا پرزنترمون فقط کد جاوا معمولیه، یعنی اوکی یه تکست میگیره، یه فانکشن معمولی جاوا، یه تکست میگیره، نمیدونه این تکست از تکست باکس اومده، از کجا اومده، اصلا کاری نداره، این کجا کلیک شده، هیچ کاری نداره. تکست رو میگیره، یه عملیات انجام میده، جوابو میاد به ویو میگه، میگه اوکی ویو این کارو بکن. ویو هم باز هیچ ایده ای نداره که تو مدل چه اتفاقی افتاده. کدتون خیلی خیلی تمیزتر میشه و اینکه پرزنترتون قابل تست میشه اینجا. بعد این مدل و ویو همون مدل و ویو دقیقاً MVC یا اینم باز یه تغییری کرد؟ ساختار مدلش هم نه همونه، فقط ویوتون این وسط اومد که اکتیویتی هم شد ویوتون، ولی مدلش همونه، مدل فرق خاصی نکرد. حالا یه سوال چرا
یه پرکتیسی که حالا هستش تو پرزنتر گاهی اوقات میان لیسنرا رو از توی پرزنتر ویدیو ست میکنن. این درسته یا نه؟ مثلا واسه یه لیستی که یه لیسنر خاصی از روی آیتم خاصی کلیک شد یه اتفاقی بیفته، اینو خود پرزنتر میاد به ویو میگه برو ست کن مثلا روی لیستت. به اینا میگم که پیاده سازی های مختلف و نظرهای مختلفه. به نظر من کلا نبود این اتفاق بیفته. به نظر من کلا لاجیک ما کلا اصلا این درگیری این قضیه نبود بشه. ساده ترین مسائلی که ما میتونیم انجامش بدیم اصلا درگیر کلیک شدن یا اینجور مسائلی نبود باشه این قضیه پرزنتر. ولی باز هم میگم پیاده سازی مختلفی که میتونه مثلا به نظر شما مثلا بهتر باشه یا پیاده سازی مختلفی. یه سوال دیگه هم که داشتم، معمولا توی ویو هیچ لاجیکی نمیذارن، ولی مثلا لاجیک خود ویو رو توی ویو گذاشتن درست یا غلط؟ مثلا روی دکمه کلیک شد یه تکست باکسی هاید بشه، در این حد تو میشه توی کلاس ویو گذاشت یا توی پرزنتر باید باشه؟ به نظر ما تو پرزنتر باشه این قضیه. خب یعنی اینکه کلیک اتفاق افتاد به پرزنتر بگه آیا من باید مخفیش کنم یا نه، چون هنوز شما نمیدونید باید مخفی کنم یا نه. شاید مخفی کردنش بر اساس یه دیتای دیگه‌ای باید باشه، مثلا اوکی الان کاربر مثلا طلایی هست یا کاربر طلایی نیست. در نتیجه تو پروژه که بزرگ بشه در واقع این ویو تو براتون دردسر ساز میشه. خود ویو هم به هم دیگه نباید مرتبط باشه اصلا. خود ویو مثلا یعنی ساده ترین کارها رو اگه به لاجیک بگیم، یعنی به پرزنتر بگیم، بعد تو طولانی مدت خیلی به نفعتونه. یعنی من تجربه رو داشتم، یعنی ساده ترین کارا رو گفتم اینو میخوام نشون بدم، تو تست مخصوصا خیلی جواب میده. اوکی اینجا کلیک شد، تو تستی که ما پرزنتر رو تست میکنیم میگیم آیا ویو مثلا هاید این کال شد یا نه. خب اینو تو پرزنتر ما تست کردیم، یعنی خود پرزنتر رو که تست میکنیم کلی این روال رو داره برام تست میکنه این قضیه. یعنی یه مدلمون کال شد، بعد آیا اون ویومون هاید شد یا نه. ولی اگه این قضیه تو ویو باشه اینو دیگه نمیتونیم تست کنیم. بازم کسی دیگه اگه تجربه‌ای داره در مورد MVP یا صحبتی داره یا هر جایی من ازش اشتباهی میتونیم صحبت کنیم در موردش. این کلیت MVP بود. حالا جلوتر میریم MVVM رو میگیم که باز هم میگم یه جورایی همه اینا شبیه همن. فقط MVVM باز یه چیزی که این وسط اضافه شده دیتا بایندینگه. بحث دیتا بایندینگ، حالا کیا تجربه دیتا بایندینگ کار کردن باش داشتن؟ آره مثلا شبیه انگولاره مثلا کلن کانسپتش یکیه تو فریمورک های مختلف. مثلا خودم با کیوت مثلا تجربه شو داشتم. یه جورایی MVVM رو میشه گفت یه سخت‌ترین، شاید بگیم سخت‌ترین و پیچیده‌ترین وقتی که با معماری توی اندروید کار نکردین. از بین این سه تا پیچیده‌ترینشون، چون بحث این دیتا بایندینگ میاد وسط و بحث ابزروبل میاد وسط. یه مقدار شاید برای کسی که تازه کار کرده با معماری مختلف MVVM یکم گنگ‌تر باشه، ولی این هم هیچ‌گونه نمیشه گفت بگیم ارجحیت خاصی داره MVVM به MVP. همش باز هم هر جا میخونم یا کسی تجربیات مختلف این قضیه رو ثابت کنه سلیقه‌ایه یا بسته به پروژه است. حس خودم هم بوده که اوکی مثلا MVVM رو برای پروژه‌ای که مثلا شاید خیلی فرم داریم و خیلی ارتباط بین دیتابیس و UI هست، من این تجربه رو داشتم. مثلا شاید برنامه حسابداری یا یه سری برنامه‌های این مدلی که چم فرمایی که مثلا تو اداره جات استفاده میشه، اینجور برنامه‌ها به نظر MVVM خیلی جذاب‌تره، چون خیلی لاجیک کدتون رو خیلی کمتر می‌کنه، اون بویلر پلیت‌های کدتون رو کم می‌کنه و خیلی مستقیم‌تر میشه گفت، یعنی اون دیتا بایندینگ کل مشکلاتتون رو حل می‌کنه. و MVP رو من دیدم مثلا تو پروژه‌ای که خیلی بزرگ میشه، مثلا پروژه بین‌المللی که من دیدم اکثرا فالو می‌کردم، خیلی بعضی‌ها مثلا حتی از MVVM رفته بودن رو MVP، خیلی هم باز برعکسش بوده. ولی پروژه خیلی بزرگه که مثلا لاجیک می‌خواد جدا باشه یا خیلی قرار بوده بزرگ بشه، MVP فالو کرده این قضیه رو. حالا اگه نظر خاصی دارین رو MVP یا MVVM تجربتون چی بوده که به نظرتون کدوم یکی مناسب‌تره؟ MVVM کسی نظری داره که چه مدل پروژه‌ای به نظرتون بهتره با MVVM پیاده کنیم؟ یا به نظرتون همون قضیه‌ای که میگم فرم زیاد داشته باشه؟ اوکی. بحث MVVM من باز هم بحث تست کردنش خیلی راحته. ساختارش همون MVP یه جورایی، حالا میگم جلوتر میگم فرق کوچیکش با MVP چیه که همون دیتا بایندینگ باشه. و پوینت MVVM همون یه مقدار کد باز کمتر کرده از MVP، یعنی اون ارتباط بین پرزنتر و ویو رو اومده کم کرده. این کارو کی انجام داده؟ در واقع اون بحث دیتا بایندینگ انجام داده. ما اینو توی مثلا اگه این که حالا خود MVVM از دات نت اومده،
تو دات‌نت هم مثلا یه قسمت بایندینگ و یه دیتا بایندر یا همچین چیزی داره. در واقع این کل این بایندینگ رو اونجا داره حل میکنه. ما خودمون میومدیم تو پرزنتر حل میکردیم. این دیتا بایندینگ کلیت کانسپتش این هست. اوکی، ما توی ویومون، یعنی تو اون XML و تو مدلمون، حالا مدلمون هر جایی باشه، میایم مستقیما ارتباط برقرار میکنیم. میگیم اوکی، مثلا اون فیلد یوز، حالا کل کدش اینجا نیست که من بهتون نشون بدم، ولی یه سامپلیه که بفهمید دیتا بایندینگ کلا چیه، یعنی منظورمون از دیتا بایندینگ چیه. ارتباط به این XML و فایل و اون کلاسمون دقیقاً مستقیما میگیم یوزر نقطه فرست نیم. این ارتباط برقرار میشه و بقیه کارو خود اون دیتا بایندینگ هندل میکنه، یعنی اون فریم ورک داره برای ما هندل میکنه. ما دیگه نگران ارتباط این دوتا نیستیم. تو پرزنتر ما این کارو خودمون هندل میکردیم تو مدل MVP. MVP هم حالا مدلش اینجوریه. اوکی، مدل که همونه در واقع، اوکی، حالا هندل میکنه کارهای نتورک دیتابیس و ویومون اون یو آی لیرمونه که فرق کل MVVM اینه که یه جوری بحث پابلیش سابسکرایب کل کانسپتش، یعنی بخوایم در نظر بگیریم که یه سری ابزرویبل داریم توش. توی MVP مثلا ما میگفتیم حالا این کار رو انجام بده، پرزنتر به ویو میگفت. اینجا نه، اینجا هر موقع که این اتفاق توی ویو مدل اتفاق بیفته خود ویو آپدیت میشه. یعنی رابطه ما توی MVP این بود که اوکی، ویو و پرزنتر یه رابطه مستقیمی یک به یک داشتن، ولی اینجا ویو مدل و ویو مدل میتونه یکی باشه، ولی ویومون میتونه چندین تا باشه، جای مختلف در واقع سابسکرایب میکنن به ویو مدلمون. به جای که ویو مدل مثل MVP مستقیم باشه، این ما میتونیم یه ویو مدل بسازیم، کل لاجیک رو توش بنویسیم و یه سری ابزرویبل داره که برمیگردونه. حالا جای مختلف میتونم به این سابسکرایب کنم. این باعث میشه که خیلی باز کدتون کمتر بشه، ولی در طولانی مدت یا در پروژه بزرگ تجربیه دیگه. ولی حس من اینه که واقعا کد باز هم داره پیچیده میشه، یعنی که لاجیکتون یه تغییری بکنه یا ویوهاتون خیلی بخواد پیچیده تر بشه، این که تو XMLتون باید خیلی دستکاری کنین و خیلی این بایندینگ ها کم به نظرم میتونه اذیت کنه. یعنی اون پروژه خیلی بزرگ به نظرم ساختار MVP خیلی تمیزتر در میاد، ولی باز هم سلیقه‌ای و تجربیه بین این دوتا. یعنی اگه میخواین پروژه بزنین قطعا MVP یا MVVM رو انتخاب کنین، ولی بین این دوتا باید تجربه داشته باشین، هر دوش پیاده کنین و ببینین کدومی که به نظرتون جذاب تره. تو بحث ریاکتیو تور، یعنی میگن اوکی کل دنیای اندروید یکم ریاکتیو دیگه، کل دنیای موبایل اصولا خیلی طرفدار MVP هم هستن، ولی همون کارو ما تو MVP هم میتونیم انجام بدیم. اگه آریکس جاوا زیاد استفاده کنیم تو MVP، در واقع اون بحث کلی ریاکتیو بودن رو ما داریم. این لاجیک رو ما میتونیم همون راحت که ما پرزنتر رو تست کردیم، ما ابزرویبل که تو این ویو مدل در واقع برمیگردونه تو این کلاس، اینم که حالا یا ویو استفاده میکنه یا تست ما استفاده میکنه. یعنی همینجوری که ما ویو داره از این ابزرویبل استفاده میکنه، ما میتونیم فایل تست براش بنویسیم. یعنی ابزرویبلی که برمیگردون از ویو مدل، ببینیم آیا اون ورودی که داشتیم خروجیش همونی که مد نظر ماست یا نه. ساختارش اگه دقت کنید دقیقاً مثل MVP هستش. اوکی، ریپوزیتوری مدل که همون سمت اوکی کار نداریم. این بحث ارتباط ویو و حالا ما قبلا پرزنتر داشتیم، اینجا ویو مدل داریم. دیگه ویو مدل خودش مستقیما به ویو دستور نمیده. ویو مدل میاد میگه اوکی، دیتا بایندینگ قضیه رو برای ما حل میکنه. یعنی دیتا بایندینگ که تو پلتفرم‌های مختلف در واقع قرار حل کنه. تو اندروید هم ما دیتا بایندینگ داریم، از دو سال پیش، یک سال و نیم، دو سال پیش فکر کنم مثلا آفیشیالی اومد بالا و این قضیه ارتباط با ویو رو در واقع دیتا بایندینگ داره برای ما حل میکنه. این کلیت کار بود. حالا من می‌خواستم اگه بخوام کد نشون بدم، به نظرم یکم ممکن بود پیچیده بشه. یعنی هدف من این بود که اوکی، ما یه مروری داشته باشیم برای این معماری‌های مختلف که حالا هر کدوم رو در نظر گرفتیم، حالا باید تازه بریم بخونین و این پیاده کنین. یعنی کد رو با دیدن کد اینجا خیلی ممکنه چیز یاد نگیرین، چون واقعا باید کد رو پیاده کنین از یک پروژه MVC معمولی یا از بیس MVP بزنین. ولی حالا یه سری کد هم من دارم اینجا، اگه